امروز بخواییم با همدیگه ده تا از رایسترین اشتباه هایی که شما توی آلمانی انجام میدین رو بررسی بکنیم میخواییم یاد بگیریم که چجوری دیگه این اشتباه ها رو انجام ندیم برای اینکه همراه ویدیوهای من باشین و با هم آلمانی یاد بگیریم فراموش نکنین حتما کانال ما رو کانال بامبول رو سابسکرایب بکنین دن لستو تا که گفتم امروز میخوایم با هم بیایم 15 اشتباه رایج رو توی آلمانی بررسی بکنیم که احتمال خیلی زیاد شما هم انجام میدید و میخوایم امروز یاد بگیریم که چطوری این اشتباه رو انجام ندیم و درستشون چیه فون سن تو پیش فعلا نمبر 1 eigentlich müssen immer 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 in Hauptsätze auf Position 2 stehen. پس فعل ها بعد در جملات اصلی ننه واسه بعد در جملات اصلی همون هاوپسات ها همیشه و همیشه و همیشه و همیشه و همیشه, 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 همیشه اینقدر مهمه. در جایگاه دوم قرار بگیر. الان مثلا این جمله من که بگم heute ich mache meine Hausaufgaben که خیلی امش اینا این اشتباه انجام میدین heute ich mache meine این اینکه مثلا بین کلمه مکس بدین دلیل نمیشه که این مثلا یه کاما داشته باشه ها بعد کاما زمانی میاد که واقعا نیاز باشه امروز من تکالیفمو انجام میدم دست توتال فالس verb steht hier nicht auf position 2 das is ist richtig heute mache ich meine Hausaufgaben Heute mache ich meine Hausaufgaben. Meine Rezeptor, die von Ryan, John wieder. Das ist Position 1. Heute, das ist ein Wort. Und dann sollen wir Verb haben. خب این جایگاه یک و بعدش ما بعد فعل داشته باشیم نمیتونیم دوباره زوبیکتو بیاریم چون کلمه هویت خودش آرده جایگاه یک رو گرفته پس کلمه بعدی که میاد بعد جایگاه دور میگیره در واقع پس باید فعل باشه بعد میتونیم زوبیکتو بیاریم و این فرقی نداره ایش مخه هایت ماین هاوس آف همون قدر درسته که هویت مخه ایش ماین هاوس آف درسته یعنی فکر نکنین همیشه و همیشه و همیشه باید زوبیک در ابتدا قرار بگیره خب این پس جمله درستمونه نسبت به این میبینین های تا ایش مخه من نهو صافت فلش خب جدا از اون ما چهار تا کلمه داریم تا اینجا که با هم دیگه یاد گرفتیم اون ابا دن اوده این چهار تا کلمه جایگاهشون چیه توی جمله صفر یعنی اینا کلمه هایی هستن که میتونن اینجا بیان یعنی مثلا بشه اوند ایش مخه من این کاملا درسته چرا چون این چهار تا کلمه وقتی مثلا اول جمله بیان نمیان یک جایگاه کامل اشغال بکنن جایگاهشون صفره پس کلمه بعدی تازه میشه جایگاه یک پس من میتونم اینجوری بگم اون ایک مخ من هاوس اف گاربن دن ایک هاب کینه زایت میبینین دن ایک هاب کینه زایت اینجا دن جایگاه 0 داره پوزیشن نول جایگاه صفر رو داره ایک جایگاه یک رو داره و هابن جایگاه دو 2 پس این جمله کاملا درسته ولی حواستون باشه اوند، ابا اوده او دا پوزیشن و حالا بعدا با هم یاد میگیریم زاندرن این پنج تا کلمه هستن که در پوزیشن نول قرار میگیره. این بود از غلط اولمون که اتفاقا اصلا تو آیه یک اک اینو ما یاد میگیریم و خیلی خیلی مهمه خیلی بهش توجه بکنید با من همراه باشین بریم سراغ بعدی خب اشتباه دوممون تفاوت الس و ون باید تفاوتش رو حتما بدونیم تا تو جمله هایی که داریم برای گذشته استفاده میکنیم اینها رو اشتباه استفاده نکنیم میدونیم الس و ون اونجایی با هم دیگه حالا شباهت دارن که هر دو برای جملاتی استفاده میشن که در گذشته اتفاق افتاده تفاوتشون با هم در چیه الس برای یک جمله که در گذشته استفاده شده یعنی در گذشته اتفاق افتاده ولی یک بار یعنی یک دوره در گذشته بوده یا یک بار اتفاق افتاده ون برای چیه و این برای جملاتی هستن که در گذشته اتفاق افتادن و حال آینده هم میتونن اتفاق افتاده باشن و ولی ما داریم الان راجع به حالات گذشتهش صحبت میکنیم تو گذشته اتفاق افتاده ولی چندین بار مثلا من چه میدونم در دوران تحصیلم بیش از 500 بار هزار بار امتحان دادم نمیدونم پس برای اونا از وین استفاده میکنم ولی مثلا کودکی من درسته که پنج شیست سال بوده نمیدونم ده سال بوده هر چند سال که بوده ولی یک بار بوده یعنی دوباره پیش نمیاد که من کودک باشم برای همین از الس استفاده میکنم پس من بعد هر دو هم نبندزت میزدن میگم als ich ein kind war ام انده als ich ein kind war زمان که من کودک بودم ولی wenn ich prüfung hatte وقتهایی که من امتحان داشتم als ich ein Kind war und wenn حالا یه نکته دیگه هم هست که ما از als استفاده میکنیم ولی دیگه als اینجا نیبین نمیسازه میگیم als ein Kind um, habe ich viel gespielt. مثلا با عنوان کودک من خیلی بازی میکردم als ein Kind اینا همه دوباره میشه به عنوان یک کودک بعد بعدی پوزیسیون تفایی میشه باز als همون معنی رو میده ولی معنی به عنوانه میده یعنی دوباره اینطوری نبنزاتس نمیشه این الس کاربردش با این ونه فرق داره این السه که نبنزاتس میسازه کانکتور کاربردش به این نزدیکه پس اینا رو با هم اشتباه نگیرید الس انزتن اوبر دی فرگنگنهایت الس پس برای جملاتی هستش که راجع به گذشته داره صحبت میکنه einmal ist in der Vergangenheit passiert. حالا اون جمله ما یک بار در گذشته اتفاق افتاده. میتونسته یه بازه ای باشه مثلا مدرسه رفتن من باشه، دانش آموز بودن من باشه یا کلا مثلا یک بار اتفاق کلا افتاده باشه. و when ist in setzen über die Vergangenheit aber viel mal und حالا جدا از جملاتی که برای گذشته استفاده میشه برای پرزنس و برای توکنفت هم کاربرد داره یعنی برای حال و آینده. اشتباه شما استمون ما اولین چیزهایی که این اول اولین چیزهایی که تو آلمان یاد گرفتیم این که چجوری حال مردم رو بپرسیم چی میگفتیم؟ میگفتیم وی گیت اس اینن وی وی گیت دی وی چطوری؟ چگونه بر تو میگذارد؟ چطوری؟ وی در جواب مثلا من میگم گود دنکه بعد بخوام بپرسم و تو ممکنه بگید اون دو ممکنه که خیلی اتفاق می... خیلی پیش میاد که بگین اون دو. اون توتال چرا؟ خب چون من باید برگردم به اون کلمه ای که در گرامر سوالم استفاده شده دیگه سوال من چی بوده؟ بوده وی گیت اس دیا بر تو چگونه میگذرد؟ بعد درسته من فارسی میگم و تو حالت چطوره ولی تو آلمانی میگم خب و بر تو یعنی اوند دیا اون دو غلطه وی das ist, wie geht es dir? Und als Antwort oder als, ich meine, als eine Frage nochmal, soll ich und پس این هم اشتباه نگیرین این هم حالتتان تو محاوره که سریعا صحبت میکنی خیلی پیش میاد که آدم اشتباه بکنه حواستون به این باشه وی گیت استی او دا وی گیت اون دیا مرسی خوبم و تو و تو فارسیش میشه و بعد آلمانی بگیم و بر تو خب همراه من باشین بریم بقیه اشتباه رو با هم ببینیم خب بریم سراغ اشتباه چهارم. وی گیت این راجع سؤالش سوالش توی تخته قبلی صحبت کردیم الان میخوایم راجب جواب صحبت بکنیم We گیت برای چگونه میگذرد یا همون چطوری اگه در جوابش بگید ایبین اوکی خیلی غلطه واقعا غلطه چرا چون هر چیزی که باش سوال میپرسیم باید با همون جواب بدیم دیگه ich bin okay پس نگین البته در جواب ویگیت بگین es geht mir gut danke oder sehr gut danke oder es geht پس بر من خیلی خوب میگذره بر من خوب میگذرد مرسی یا مثلا یعنی منظور خوبم مرسی sehr gut danke خیلی خوب مرسی es geht میگذره یا مثلا هر چیز دیگه ای که یاد گرفتیم منظور که ich bin okay نگین اینجا Es geht mir gut. Danke, sehr gut. میدونین از چه جهت این غلط میشه لحاظ گرامری چون با هر چیزی که باید سوال رو دارم میپرسم باید با همون جواب بدم این پس یه اشتباه همون اشتباه پنجم زمانیه که بخوایم راجع شغل کسی سوال بپرسیم نختم به گفت فرگن اگر بخواهم به شغل کسی سوال بپرسیم ام بگین واس است بروف مثلا خیلی کارت چیه شاید فارسی بگیم کارت چیه ولی خب برای آلمانی خیلی جواب نمیده سوال بهتر چیه واس مخصو دو بروف لیش او واس بیس فون بروف تو لحاظ کاری چه چیزی انجام میدی یا تو از کار از شغل چه چیزی هستی واس مخصو دو بروف لیش او دا واس بیس فون بروف این چیزی که ما برای سوال پرسیدن از شغل استفاده میکنیم واس مخست دو واس بیس فون بروف میخوایم بگم که من فلان جا کار میکنم فلان جا اگه یه شرکت باشه یه مؤسسه یه چیزی باشه من نمیگم که مخصوصا اگه یه اسم باشه نمیگم من درون مثلا آلدی کار میکنم من درون زیمنس کار میکنم من میگم به آلمانی پیش زیمنس کار میکنم پس زمانی که میخوام بگم فلان جا کار میکنم بگم ich arbeite in Siemens das ist falsch ich soll sagen ich arbeite bei Siemens ich arbeite bei Siemens پس بشتیم تو پریپوزیشن بایه به این هم باشه. نماد زیب میخوام بگم خیلی گرممه یا خیلی سردمه یا هر چی. ایپین هایس صد در صد قلّت برای همچین مفهومی یک معنی دیگه ای میده. بعد بگیم میا است هایس یعنی برمن گرم است من, من گرمم. آدام می است وام آدام میا است کلت مثلا زیست کالت یعنی خیلی آدم سرد خیلی آدم خشکیه. ولی مثلا بگیم ایا است یه یعنی اون سردشه داریم میگیم او یک خانم خیلی آدم سرد خوشگیه خشکیه ولی میگیم یا کلت یعنی بر او سرد است منظور این که اون یک خانم سردشه فرقش اینجوری میشه بعد از داتیو استفاده بکنیم پس میا است هست او دا یا اسکالت او دا ورم او دا این چیزیه که برای اینکه میخوام بگم گرممه یا سردم یا هرچی استفاده میکنم داتیو بعد داشته باشه همراه من باشیم بریم بقیه اشتباهات ببینیم بریم سراغ اشتباه هشتممون میخوایم بگیم فلان چیز با یا مثلا خوش میگذره این کار رو انجام بدیم یا مثلا یه خوشگذرونی اینطوری توش داره نمیگیم مثلا دست شپس میگیم اس مخت شپس یعنی این خوش میگذره این فانه اس مخت شپس و میخوایم حالا ببریمش گذاشته میگیم از هات شپس که مخته اس از مخته شپس اس مخته شپس حالا میخوایم بگیم به من خوش میگذره وقتی این کار را انجام میدم مثلا من وقتی میرقصم بهم خوش میگذره یا برای من باحاله تنسن مخت میه شپس تنسن مخت میه شپس برای من باحاله مثلا خوش میگذره او اس هات Es hat mir Spaß gemacht, es hat dir Spaß gemacht oder es hat überall Spaß gemacht. und خب یه نکته دیگه ای که داریم اینه که خیلی پیش میاد که روزای مثلا که توش قرار داریم ما اشتباه میگیرین حالا جو از سه روز هفته امروز و دیروز و فردا رو اشتباه میگیره گستن دیروز هایت امروز و مورگن فرداست نکته اینا چیه اینه که اینا رو ما کوچیک می نویسیم توی جمله وقتی باشه یعنی فردا وقتی بزرگ باشه یعنی صبح. حالا دیشب دیروز اصر همون معنی میده نمیشه مثلا لتست نخت میشه گسترن آبن گسترن آبن یعنی دیروز اصر یا دیشب گستن آبن حافظتون به این موضوع هم باش یه سری اشتباه دیگه به خاطر تشابه این کلمات پرسشی بین انگلیسی و آلمانی مثلا ما توی انگلیسی میگیم مثلا چه میدونم میخوایم بگیم کجا بودی میگیم و مثلا where ولی توی آلمانی میخوایم بگیم تو چه کسی هستی تو کی هستی میگیم و پس اینو با اون اشتباه نگیریم بعد کجا بودن به آلمانی میشه و ور و وقتی میگم و بستو یعنی تو چه کسی هستی وقتی میگم و بستو یعنی تو کجا هستی و حالا این برای وین چه کسی و و کجاه یه سری سوال یعنی کلمه پرسشی دیگه هم برای مکان داریم که میشه به کجا میدی از کجا میای اونا رو هم باز اشتباه نگیرین با فعلاش مثلا وین گیتس تو یعنی تو به کجا داری میری و هیا تو از کجا داری میای حالا این از کجا هم میتونه الان مکان لحظه ایت باشه هم میتونه مثلا میگه آقا اصالتا از کجا داری میای و هیا کمس تو تو مال کجایی و و ووهن اینم از این خب پس اینم سا... این کلمات پرسشی بود که بهش دقت بکنید یه چیز دیگه مثلا میخوام بگیم آقا تو درست میگی تو حق داری نمیگی دو بست تو درستی دست ist falsch." هم بگیم تو حق داری حق با تو تو داری درست میگیم دو هست رشت دو hast recht." حق با تو تو داری درست میگی hast هست recht." راجع به این موضوع تو داری درست میگی به این موضوع تو حق داری دا اینو این موضوع رو hast هست recht." رشت دو هست رخت او دا, دا هست تو رخت با تو داری درست میگی و یه چیز دیگه هم که حالا باز اشتباه گرفته میشه چون معنیش تو فارسی یکیه هم شتونده معنیش تو فارسی یکیه هم او، یعنی شتند شتونده و اوا یک معنی یکسان دارن هر دو به معنی ساعتن ولی ساعت ها فرق داره او هم به معنی مثلا الان ساعت فلان است مثلا ساعت هفت یا مثلا ساعت هفت فلان کار میخوایم بکنیم میگیم اون زیبن او فلان اتفاق میفته یا اوا این مثلا ساعتی که دست منه, الان اوا یعنی ساعت و یعنی شتونده داریم به معنای 60 دقیقه که می یک ساعت پس اون میشه شتونده این ساعت دستمون و کلا صحبت کردن راجع به ساعت الان 7 دقیقه است اون میشه ساعت اون میشه اوا پس وی هابن اینه شتونده اینه مینوته این مثلا یک ساعت یک دقیقه او 60 مینوتن زند اگنتلیش اینه شتونده اینجوری یعنی یک ساعتی که 60 دقیقه است و حالا میگیم اوم زیبن اوه oder 7:30 یعنی ساعت 7 و نیم زیبن اوه 30 oder um 7 راست ساعته این اوه این میشه این ساعت شونده میشه اون 60 دقیقه که میشه یک ساعت همراه من باشین بقیه اشتباهات هم با هم دیگه ببینیم اگه من مدی ما سومار 13 تفاوت بین دن و ویل هر دو به معنای این, این که دلیل یه چیزی رو ما میخوایم بیان بکنیم اینطوری میایم از دن و ویل استفاده میکنیم حالا نکته ای که داره اینه که دن میاد در همون حالت هاپ زد پوزیشن نول جمله ما رو میگیره بعدش من میتونم زوبیکت بیارم و بعد فل بیارم یعنی این میشه صف یک دو ولی ویل میاد نیبنزاس میسازه کلا خیلی پیش میاد که وایل رو یا کلا بقیه نیبنزاس ها رو که می استفاده بکنیم اشتباه میکنیم یعنی مثلا میگیم ویل ایش ها با این پروفون ویل ایش این باید باشه یعنی حتما حواستون باشه که فعل بیاد آخر حالا یه نکته ای داره اگر که ویل اینجوری بیاریم چرا که دو نقطه ایش ها این هم درسته ولی خب اینو ما خیلی تو نوشتار استفاده نمی کنیم یعنی این خیلی چیز صحیحی نیست ولی مثلا این مکسر رو بشدن توی صحبت کردن میتونه درست باشه ich kann keine reise machen denn ich habe eine PRÜFUNG. mein winter سفر انجام بدم میتون بر مسافرت چون امتحان دارم denn ich habe eine profundische Position 0. ich kann keine reise machen weil ich eine PRÜFUNG habe به خاطر اینکه یک امتحان دارم به دلیل اینکه چرا که من یک امتحان دارم weil ich eine PRÜFUNG habe oder ich kann keine reise machen weil ich habe eine Profung این همین خ این گ sage ich darum باش

یعنی یه چیزیه که شروع شده اون تایم در گذشته و همچنان ادامه داره همچنان در همین حالت امروز هم که هستیم این موضوع هست این موضوع برقراره برای این از زایت استفاده میکنیم ولی از اونور مثلا فیا یعنی یه مدت زمان خاصی برای یک چیزی مثلا تا سینه بشته میتد زایت تو مشبه فا یعنی او دا ویسی کنیش فا Uh, یعنی مثلا این مدت برای دو ماه. به مدت دو ماه به مدت دو سال پس این میشه فیو. این میشه زایتی یعنی از سینس این هم میشه همون فور uh, و نوشه بعدیمون اصطلاحایی که برای خونه استفاده میکنیم مثلا من میخوام بگم من تو خونه هم نمیگم ایش بین ایم هاوس او ich بین این هاوز یا هرچی میگم قطعا و بسو سو بین سو هاوز سو هاوز درسته این هاوز یا ایم این هاوس میتونه درست باشه به معنای من در خانه هستم حالا یک ساختمونی که خونه است ولی اون هوم انگلیسی یا اون جایی که من حس خونه بهش دارم واقعا خونه من خونه من محسوب میشه دست از تو هاوزه ich bin zu یا میخوام از خونه بیام میگم من کجا داریم میگم من خونه دارم میام نمیگم ich bin ich komme میگم ich komme von zu hause ich komme von zu hause

Und das war unsere heutige Sitzung. Heute haben wir zusammen 15 typische Fälle auf Deutsch gesehen und auch diese richtigen Formen dieser Fälle gelernt. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. این بود از جلسه امروزمون ما امروز اومدیم با هم 15 تا غلط رایجو و اشتباه رایجو. تو آلمانی دیدیم و بررسی کردیم و درستشون با هم دیگه یاد گرفتیم امیدوارم که این جلسه برای همتون خوب و مفید بوده لطفا حتما فراموش نکنید که کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کرده باشین و مثل همیشه اگر ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود لایک بکنین و با بقیه دوستانتون به اشتراک بذارین خیلی ممنون که تا اینجا کار همراه ما بودین بیرن دانک توشاون اوند بیس